سلام، من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 71 سریال آغازاده است. یامور به مطب دوین می رود و موقع وارد شدن هولیا را می بیند که آنجا را ترک می کند. او سر دوین داد می زند و می گوید شاید همین زن قاتل بابام باشه، اون وقت باید جلسه تراپی می زاری. دوین طاقتش از جیغ‌داد یامور تمام می شود و با صدای بلند می گوید من مقصر مرگ بابا نیستم، فهمیدی؟ دیگه منو سرزنش نکن، من مقصر نیستم. بدری به خانه می رود و به ندرت می گوید مامان کی تو رو از استانبول آواره کرد؟ ندرت می گوید این چه سوالیه، چرا می پرسی؟ بدری می گوید می خوام انتقام تو بگیرم، می دونم چه جوری اذیت شده این سالا. ندرت می گوید من اذیت نشدم، تو هم دیگه این سوالو نپرس. بدری که بازم نتوانسته جواب سوالاتش را بگیرد به بیجو زنگ می زند و می گوید فردا میری مادرم، مادرم نفهمه. جمره به لیلا میگوید برای کار کردن در یکی از بیمارستانهای آمریکا پذیرش گرفته و دوست دارد او هم با بچه همراهش بیاید. لیلا توی فکر میرود و میگوید نمیدونم الان چی بگم، خیلی هیجان زده شدم. جمره میگوید فکراتو بکن و بهم خبر بده. ندرت اخیراً به خیریه رفت و آمد دارد و نامزد ریاست آنجا هم شده. او از حرفای یکی از کارکنان میفهمد که دو روز پیش هولیا و ارگون دعوایی وسط سالن داشتند. او فیلم دعوا را تماشا میکند و مطمئن میشود همه چیز زیر سر هولیاست و تصمیم میگیرد علیه او مدرک جمع کند و به همه ثابت کند که او قاتل ارگون است. دوین و اصلا پیش تراپیستشان میروند و در مورد مرگ ارگون صحبت میکنند. اصلا خانم میفهمد که دوین دوست ندارد آخرین تصویری که از پدرش دیده را به یاد بیاورد و او را با بدترین خاطره ها در ذهنش داشته باشد. پس میگوید خودتونم خوب میدونید که میتونید همیشه به بهترین خاطره که با پدرتون داشتید سفر کنید. در خیابان دوین با دیدن یک آمبولانس دچار حمله عصبی میشود و با گریه به اصلان میگوید نمیخوام بابامو اونجوری به یاد بیارم. اصلان میگوید نگران نباش، چنین اتفاقی نمیافته و دوین را به پیست اسکی جایی که دوین بهترین خاطره زندگیش را با پدرش دارد میبرد. دوین با دیدن آنجا پر از ذوق و هیجان میشود و اصلان را در آغوش میگیرد و تشکر میکند. بدری به یامور که در خانه مادرش از سر می زند. یامور از دیدنش خوشحال می شود و او را به خانه راه می دهد و با بدری درد دل می کند و می گوید اینجوری بودن مامانم رو نگاه نکن، اون ته دلش از همه غمگین تره، فقط خودشو با کار خونه مشغول کرده که یادش بره، که می دونه شاید هر لحظه خودشو از بالکن پرت کنه. و این را می گوید و به سمت دیگری می رود. بدری که نگاهش را به نشه دوخته همون لحظه می بیند که نشه روی تراس خم شده، پس احساس می کند پیشبینی یامور در حال وقوع است و هراسان خودش را به نشه می رساند و او را از پشت می گیرد و به داخل خانه می کشد. نشه و بدری روی زمین می افتند. نشه داد می زند داری چی کار می کنی؟ بدری می گوید نمی خواستم خودتون رو پرت کنید. نشه می گوید چه انداختنی، داشتم یه چیزی از اونجا بر می داشتم. و خندهش می گیرد و از ته دل همراه یامور و بدری می خندد، اما ناگهان خنده هایش به گریه تبدیل می شود و باوردن اسم ارگون یامور را در آغوش می گیرد و گریه سر می دهد. دوین در پیست اسکی با اصلان تمرین می کند و مثل روزی که با پدرش گذرنده بود همراه اصلان زمین می خورد و شروع به خندیدن می کند. جهان که هر روز شاهد ناراحتی سراب است، هر کاری برای خوشحال کردن او می کند. او که می داند سراب به دهه 1990 علاقه دارد، تمام وسیله های کودکیش را در چمدانی جلوی سراب می گذارد. سراب به آتاری کوچک و اسباب بازی کوکی و آپاش جهان نگاه می کند و بعد از مدت ها می خندد و با آپاش جهان را خیس می کند. جهان می گوید تو وقتی می خندی قلب منم می خنده، تحمل دیدن ناراحتی تو را ندارم، نابود می شم. سراب می گوید می دونی چرا انقدر می خندم؟ چون توی این زندگی کسی اندازه تو دوستم نداشته. جهان میگوید احمق بودم. سراب خندهش میگیرد و لبهای جهان را میبوسد. شب دوین و اصلا وقتی به خانه میرسند هولیا اصرار میکند برای خوردن شام سر میز بنشینند. دوین با هولیا عادی رفتار میکند، اما اصلا که از او ناامید است هر حرف کوچکی را بهانه برای دعوا میکند. او در نهایت با عصبانیت از سر میز بلند میشود و به اتاق میرود. دوین دنبالش میرود تا آرامش کند، اما اصلا میگوید من میدونم بابا تو مامانم کشته، از رفتارش معلومه، از اینکه چشماشو ازم میدزده معلومه، از پشت این قضیه هم مثل همیشه مامانم در میاد. در این گیرودار ریسکوش به اصلان زنگ میزند و میگوید مدارکی پیدا کردیم که نشون میده سرمت میخواد از کشور فرار کنه. دوین با شنیدن این خبر خیلی امیدوار میشود و میگوید به خدا مادرت پشت این ماجرا نیست، حالا میبینی. اصلا میگوید سرمت به خاطر خلافای بیمارستانم قرار دادگاهی بشه، ممکنه قصدش فرار از مجازات اون باشه، ولی خب هنوزم یکی از مظنونای ماست. از طرفی هولیا رانندهش عارف را در حیات خانه سرزنش میکند و سرش داد میزند که چرا نتوانسته گوشی ارگون را قبل از اصلان بردارد و میگوید همه چیزو خراب کردی، حالا من باید چیکار کنم؟ به اصلان چی بگم؟ ها عرضه هیچیو نداری. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.